من الان کنار مدل 1968 وایسادم. یکی از معروفترین مدل های موستانگ که در خیلی از فیلم های سینمایی هم نقش یک بوده. من انقدر خودم عاشق ماستنگم که ماشین عروسم هم ماستنگ بوده. مردمو وقتی خب میان این ماشین رو میبینن، حالا چه تو خیابون چه تو نمایشگاه چه تو نمایش هایی که ما هستیم میبریم ماشینا رو، حس خیلی خوبی با آدم میدن، یعنی انرژی مثبت با آدم میدن و خود این باعث میشه که شاید علاقه بیشتر و یه حس بهتر این کار انجام بدیم. ولی یکی از سخت‌ترین شاید سوالایی که این موقع ها پیش میاد و شاید برای هر کسی که علاقمند این ماشین هست و مالک این ماشین هست ازش سوال میکنن تنش درد میگیره، اینه که این ماشین چنده، مثلا چقدر میخوای بفروشیش. این خیلی برای ما سخته، شاید میخواد جواب دادنش و شنیدنش. در مواقعی میگم بسته به تایمش داره، ولی شاید بیشتر از 50% درآمد زندگیمون رو شاید خرج این ماشینا بکنه، شاید هم بعضی وقتا نه، ولی به طور میانگین 50%. ما الان نشستیم توی ماشین آقا هادی مدل 1968. علتی که من پشت فرمون نشستم اینکه انقدر آقا هادی ماشینا داده صندلیشو عقب که پای من به کلاژ دیگه نمیرسه. هادی گفتی موتور چنده؟ موتور 302 فابریکش که حالا یه مقدار لوازم و اینا داره، شاید یه مقدار حجمش بیشتر شده باشه تا 340. ولی موتور فابریک اینا 302 که حدود 5 ولی قشنگ راه میره ها، فکر کنم 300 اسبو داره نه؟ اون چون خیلی سیستم داینو تو ایران نداریم، خیلی نمیتونیم تستش بکنیم، با توجه به لوازم و مینیمم حالا قدرتی که خود موتور فابریک داره بر اساس اون حساب کنیم بس 300 اسب. ولی قشنگ گاز میدی میره، اصلا دیوانه کننده است، قشنگ انگار میخواد زمینو گاز بزنه، آسفالتو میخواد قشنگ بکنه وقتی میخواد راه بره. این ماستنگ دیگه اسب وحشیه. تو دیگه آخر هندلینگ اینو من نشون بده ببینم چقدر میپیچه. من محکم میچسبیدم. پیچه مختلف تو فرق میکنه. حالا این پیچی که الان داریم جلومون یه پیچه تقریبا سختیه. ببینیم چیکار میکنه. دارم پشتش نپیچه. عالی عالی رد کرد، عالی بود. آه. یه ذره پشتش پیچید. یکم پشت ماشین، من بگم پشت ماشین در رفت. یه ذره در رفت. یکم در رفت. میدونی در حال ماشین شرایط داخلش استاندارد خودشه، ولی ما درست موتور رو تقویت کردیم، ولی خب فرم صندلی ها فرمی نیستش خیلی بسید. آره آدم رو در بر بگیره اینه، اینطوری نیست. یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که این خودرو خب چون مال سالهای خیلی دوره، مال چند دهه قبل، اصلا سیستم الکترونیکی نداره دیگه، پایداری الکترونیکی نداره، برای همین همه چی دست راننده است. اینجا رو چیکار میکنه؟ اونجا نمیدونم تو باقالیا پشتش در نره، در نره، در نرو، در نرو، در نرو، در نرف. خوبه، خوب داره کار میکنه. در میره. اینو مامان در نرو، در نرف. داشت میپیچید ها، داشت میپیچید، نه پیچید ولی این الان یکی از سرحال‌ترین موستانگای ایرانه، درسته؟ بله. که میشه باشی کارا رو کرد؟ اوه عالیه، عالی، یعنی حس و حالش با تمام ماشین‌های دیگه فرق میکنه، قشنگ آدرنالین ترشح میکنه.